کرونا کی به ایران رسید؟ کی شیوع پیدا کرد؟ واقعا کرونا 30 بهمن وارد ایران شد یا هفته ها یا حتی ماه ها زودتر؟ بازخونی علمی پرونده با روایت رسمی ایران فاصله زیادی داره. یافته های گزارش اختصاصی بی بی سی فارسی درباره شیوع کرونا ویروس هفته ها زودتر از اعلام رسمی به ایران رسیده. راحت ترین راه اینه که ما بگیم فعالیت تعطیل. دیگه از این راحت تر نمیشه. روز بعدم مردم از به هم ریختگی و گرسنگی و فشار و مشکلات بیان اعتراض کنن. دیگه این راحت ترین کاریه که میشه کرد. ولی خب هیچ که در دنیا دیگه این رو نمیپذیره. حتی دفاع رئیس جمهوری ایران از کاهش محدودیت ها با وجود اوجگیری دوباره کرونا. روحانی میگوید هیچ کشوری نمیتواند اقتصادش را 6 ماه تعطیل کند. از دو مهمان برنامه میپرسیم آیا فشارهای اقتصادی ناشی از کرونا نهایتا موجب اعتراضات دیگری در ایران میشود؟ همچنین در ادامه 60 دقیقه میشم. شما یه جوری دارید؟ پخش فیلمی از روح الله زم در تلویزیون ایران چند روز بعد از صدور حکم اعدام برای او. با وجود انتقادهای داخلی و خارجی چرا جمهوری اسلامی همچنان از این رویه استفاده می کند؟ نگاهی به اعدام در مشهد به خاطر نوشیدن مشروبات الکلی. آیا قانون شرع با شرایط زمانه متناسب است؟ و رابطه اضافه وزن با شدت بیماری کرونا طبق آمار ایران و دیگر کشورها. کووید 19 چطور باعث تغییر سیاست‌های بریتانیا برای مبارزه با چاقی شد؟ شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. در ایران علاوه بر خیز دوباره مرگ و میر کرونا، نگرانی از به تنگ آمدن مردم و اعتراض‌های خیابانی بالا گرفته. حسن روحانی رئیس جمهوری میگوید که اگر دولت برای کنترل بیماری اقتصاد را تعطیل کند، مردم از گرسنگی و بیکاری به خیابان خواهند ریخت. در میان این دو سنگ آسیاب چه میتوان کرد؟ در این میان تحقیقات بی بی سی فارسی نشان می‌دهد که کرونا بسیار زودتر از آنچه مقام‌های رسمی اعلام کردند در ایران فراگیر شده بود. ردیابی ویروس و زمان وارد شدن آن برای برنامه ریزان و کارشناسان بهداشتی کلیدی است. نازنین معتمدی در گزارشی که با همکاری دکتر محمود ابراهیمی تهیه کرده به دنبال پاسخ این پرسش رفته که زمان دقیق رخنه کرونا به ایران کی بوده؟ کرونا کی به ایران رسید؟ کی شیوع پیدا کرد؟ واقعا کرونا 30 بهمن وارد ایران شد یا هفته ها یا حتی ماه ها زودتر؟ اصلا امکانش بود که بشه این همه گیری رو کنترل کرد؟ این ویروس هم مثل هر مجرمی از خودش ردی به جا میذاره. فرمول ژنتیکیش رو ما صحنه جرم رو بررسی کردیم، سرنخ‌های علمی رو از مؤسسه‌های معتبر تحقیقاتی دنیا دنبال کردیم و پرونده کرونا رو در ایران بازخونی کردیم. بازخونی علمی پرونده با روایت رسمی ایران فاصله زیادی داره. ولی چقدر؟ چه درسی میشه ازش گرفت؟ بیست دی ووهان چین. مؤسسه ویروس شناسی ووهان اثر انگشت این ویروس رو روی اینترنت منتشر کرد. اما این کار که تو دنیای پزشکی سخاوتمندی بزرگیه کار دستشون داد. دولت چین بلافاصله این مؤسسه رو بست. اواسط بهمن ماه پژوهشگران مؤسسه نکس استرین با استفاده از همین اثر انگشت رد ویروس رو در داخل ایران میگیرند. اونا به نکته غیر عادی برمیخورند. ما متوجه نمونه‌هایی شدیم که ژنومشان و حتی جهش‌هایشان تقریبا مثل هم بود، ولی نمونه‌ها از 8 کشور مختلف بود: استرالیا، نیوزیلند، آلمان، بریتانیا، آمریکا، هلند، چین و ایران.
خیلی عجیب بود، چون این افراد به جز شباهت ژنتیکی ویروس‌هایشون هیچ نقطه اشتراکی دیگری نداشتند. بعد فهمیدیم که بعضی از نمونه‌ها از کسانی گرفته شده بود که تازه به ایران سفر کرده بودند. بعد سه ژنوم از خود ایران به دستمون رسید. از مقایسه اینها با آنهایی که سابقه سفر به ایران را داشتند به نکته بسیار جالبی رسیدیم. منشأ تمام این نمونه‌ها یکسان بود که نشان می‌داد ویروسی که در ایران در گردش است احتمالاً یک منشأ اولیه داشته و بعد به سرعت در تمام کشور پخش شده. دکتر هارتکراف، آیا اطلاعاتی که شما دارید نشون میده که ویروس دقیقاً کی وارد ایران شده؟ ما فکر می‌کنیم این مسافران وقتی در ایران مبتلا شدند که بیماری خوب در ایران پخش شده بود. برای همین وقتی آنها به ایران رفتند راحت مبتلا شدند. میشه با اطمینان معقولی گفت ویروس بین اوائل تا نیمه بهمن در ایران خوب پخش شده بود. برای ساده تر کردن محاسباتمون وسط این بازه زمانی، یعنی 8 بهمن رو میگیریم، روزی که تقریبا متخصصا مطمئنن که ویروس تو کل کشور به خوبی پخش شده. اما به خوبی پخش شده از نظر علمی دقیقا یعنی چی؟ متخصصا میگن وقتی از هر 1000 نفر یک نفر مبتلا بشه تقریبا میشه گفت بیماری در کشور پخش شده. در ایران که جمعیتش حدود 80 میلیون نفره، وقتی میگن کرونا حدود 8 بهمن به خوبی پخش شده، یعنی تو این تاریخ 80 هزار نفر کرونا داشتند. متخصصای همگیر شناسی میگن به طور میانگین در اون دوره هر 2.5 روز یک بار تعداد مبتلایان دو برابر میشده. اپیدمیولوژیست ها بعد از انجام یه سری محاسبات ریاضی به این نتیجه رسیدن که 40 روز زمان لازمه از وقتی ویروس وارد ایران شده تا وقتی که ویروس در کشور به خوبی پخش شده. حدوداً 8 بهمن ویروس در کشور پخش شده. پس 40 روز قبلش، یعنی 29 آذر یا دست کم ابتدای دی، ویروس وارد ایران شده. دولت ایران 30 بهمن اعلام کرد که ویروس وارد کشور شده. الان دانشمندا از روی فرمول‌های ژنتیکی ویروس مشخص کردن اولین فردی که در ووهان چین کرونا گرفته 10 آذر مبتلا شده بوده. ماهان قفاری و همکاراش در دانشگاه آکسفورد تحقیق مشابهی کردند. اونا با بررسی حدود 20 فرمول ژنتیکی که یا در ایران بودن یا سابقه سفر به ایران داشتند، تایید کردند که احتمالاً 25 دی ویروس در کشور پخش شده بوده که بر اساس محاسبات بالا باز هم زمان ورود ویروس به ایران به آذر ماه برمیگرده. اما ویروس کرونا چطور اینقدر سریع از قم سر در آورد؟ دکتر مینو مهرز معتقده در قم کارگاه‌های متعدد و کارگر چینی زیاد است. اینها بدون هیچ کنترلی به چین می‌رفتند و می‌آمدند و در نتیجه کرونا وارد کشور شد. ایران برخلاف دیگر کشورها درها را به روی این کشور نبست. چین پروژه‌های مختلفی را در قم اجرا می‌کند. نیروگاه خورشیدی، مونوریل قم و قطار پرسرعت تهران قم اصفهان. ولی فقط کارگرای چینی نبودن که میتونستن ناقل بیماری باشن. 700 طلبه چینی هم تو قم درس میخونن. 3000 دانشجوی ایرانی هم در چین بودن که خیلی هاشون امکان رفت آمد به ایران رو داشتند. حداقل تا 12 بهمن روزانه 1000 مسافر از چین وارد ایران میشدن. این آمار فقط مربوط به مرز هواییه. وزارت بهداشت معتقد بود اینکه روزی 1000 مسافر چینی رو در ایران قرنطینه کنن منطقی نیست. در هیچ جای دنیا هم اینطور نیست. تحقیقات بی بی سی نشون داده بود که ماهان ایر تنها خط هوایی بود که از 11 بهمن 98 تا اوایل اردیبهشت 99 هنوز به چین و از چین پرواز داشت. مقامای ایرانی میدونستن که ویروس دیماه تو کشور پخش شده بوده؟ انتشار 3 نامه اداری بین مقامهای ایران این تردید رو تقویت میکنه که دولت زودتر از اونچه اعلام کردن از حضور ویروس خبر داشته. دوازده بهمن شروع دهه فجر تصویر نامه‌ای در اینترنت منتشر شد که دانشگاه علوم پزشکی قم گفته بود غیر از رئیس دانشگاه هیچ کس حق مصاحبه در مورد کرونا رو نداره.
این نامه بلافاصله تکذیب شد. 23 بهمن، نامه‌ای که ظاهراً وزارت بهداشت با آقای روحانی فرستاده، مبنی بر اینکه 35 نفر در این مدت مبتلا به کرونا شدن و 4 نفر جون خودشون رو از دست دادن. این نامه هم بلافاصله تکذیب شد. 28 بهمن، نامه‌ای در اینترنت دست به دست شد ظاهراً از وزیر کشور به وزیر بهداشت، که تا بعد از انتخابات مجلس، یعنی 4 روز بعد، در مورد آمار مبتلایان و درگذشتگان اطلاع رسانی نکنید. این نامه هم تکذیب شد. همین روزها بود که ویدیوی دکتر محمد مولایی کنار برادرش در بیمارستان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. او خبر داد که برادرش 27 بهمن به علت کرونا درگذشته و این هم تکذیبیه تلویزیون ایران. حالا معلوم شده که این بیمار اصلا کرونا نداشته و فیلم قدیمیه. بالاخره در 30 بهمن حضور کرونا در ایران اعلام شد. ایران پیش بینی میشد. بله. خب تو کشور ما ورود پیدا کرده. البته فعلا ما 2 موردی که داریم تشخیص اولیه‌شون مثبت شده. تشخیص نهاییش در حال انجام شدن هست از رای ژنتیک. اما آژیر خطر برای سیستم بهداشتی ایران از پاییز به صدا در آمده بود. آمار آنفولانزای فصلی ناگهان 5 برابر شده بود. در پاییز 98 9500 نفر بیشتر از 5 سال قبل مرده بودند. این آمار تکان دهنده بود و میبایست رصدخانه وزارت بهداشت را به لرزه در می آورد. اونا باید احتمال میدادن که شاید علت این همه مرگ و میر اضافه چیزی به غیر از آنفولانزای فصلیه. البته خیلی از کشورهای دیگه هم مثل ایران در این مرحله رد شدند و نمره قبولی نگرفتند. اما کارهای دیگه ای هم بود که ایران قطعاً میتونست بکنه. از 17 دی که علائم و جزئیات بیماری معلوم شده بود، حداقل میتونستن مدام در مورد روش‌های پیشگیری اطلاع رسانی کنند. میتونستن ورود و خروج پروازهای چین رو ممنوع کنن. میتونستن تجمعها رو کنترل کنن و مدارس و اماکن مذهبی رو زودتر ببندند. مسجدها، حرمها و امامزادهها تا 25 اسفند تو ایران باز بودند. متخصصا میگن اگر نظام بهداشت و درمان از دیماه خودش رو آماده میکرد، تعداد کشته شدگان در ایران به مراتب کمتر میشد. از وقتی نشانه های بیماری در ایران دیده شد تا وقتی دولت رسما اعلام کرد، سالگرد 9 دی برگزار شد. مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی 4 روز پشت سر هم در تهران، بعد قم و بعد کرمان با جمعیتی بسیار فشرده برگزار شد. از 19 دی تا 20 بهمن ایام فاطمیه بود که مراسم مذهبی زیادی در اماکن سربسته برگزار شدند. و بعد این اتفاق، سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه و به دنبالش تجمعات اعتراضی. مراسم 22 بهمن در شهرهای مختلف و در نهایت انتخابات مجلس در 2 اسفند بدون رعایت فاصله اجتماعی. همه این مراسم محیط‌های بسیار مناسبی برای پخش ویروس بودند. فقط ایران هم نیست. الان خیلی از کشورها با ردیابی ژنوم ویروس فهمیدند که پای کرونا روزها قبل از اعلام رسمی به کشورشون باز شده. شکی نیست که دولت ایران در دی و بهمن دیر جنبید. شاید به خاطر منافع سیاسی اهمال کاری شده. حالا هم بحث اقتصادی گاهی اجازه اجرای درست کار رو نمیده. از موج اول کرونا درس هایی گرفتیم به قیمت جان هزاران مادر، پدر، فرزند، برادر و خواهر. حالا که دوباره ویروس به صحنه جرم برگشته و قربانی میگیره، هم سیاستمداران هم تک تک شهروندان اگه از اون درس‌ها استفاده نکنیم، فقط مادرها، پدرها، برادران و خواهران بیشتری رو از دست میدیم. نازنین معتمدی، بی بی سی.
معاون رضوی استاد اقتصاد سلامت در دانشگاه براندایس در بوستون آمریکا با ما هستند و همینطور سعید مدنی پژوهشگر مسائل اجتماعی از تهران. آقای رضوی، اگر زودتر ویروس ردیابی میشد چه اتفاقی میافتاد؟ با سلام به بینندگان خوبتون و گزارش تاریخی و مستندی که ارائه کردید، به تبع شاید فروکش موج اول زودتر اتفاق می افتاد و تلفات موج اول زودتر قابل مهار شدن بود و شاید ایران می تونست تبدیل به یک الگوی جهانی و منطقه‌ای بشه، ولی ترکیبی از ندانستن، به دلیل اینکه ایران یکی از اولین کشورهایی بود که با مسئله مواجه شده بود و نمیتونیم بگیم که فقط مسئله پنهانکاری های سیاسی بوده، گرچه اون هم به قضیه اضافه کرده، ولی طبیعتاً میتونست موج اول رو بیشتر کنترل کنه و تلفاتش رو پایین بیاره، ولی اینکه میتونست برای موج دوم کاری انجام بده خیلی سخته راجبش اظهار نظر کرد، به دلیل اینکه حتی اگر شما موج اول رو کاملا هم کنترل میکردید، با توجه به سرنگاری‌هایی که توی بازگشایی انجام شد، من بعید می‌دونم که نقطه بحرانی امروز قابل پرهیز بود. بله. نقطه بحرانی امروز، آقای مدنی، آقای روحانی و روز قبل هم یکی از وزرا در کابینه هشدار دادن، نگرانی از ریختن مردم به خیابان. از نظر شما تا چقدر موضوع جدیه؟ ببینید، مقدمتاً باید اشاره بکنم که در واقع برخلاف تصور که ویروس به طور مساوی همه جمعیت رو تهدید میکنه، بر اساس مطالعات مختلف از جمله مطالعه‌ای که اخیراً دانشکده پزشکی لیورپول گزارش کرده و 17 میلیون نفر مبتلا و 11 هزار نفر که بر اثر کرونا فوت کردند رو مطالعه کرده، 3-4 عامل مهم رو در ابتلا و مرگ ناشی از ویروس بهش اشاره کرده: جنسیت، سن، پیشینه بیماری و از همه اینها مهمتر محرومیت اقتصادی اجتماعی. در واقع ویروس به طور مشخص بیشتر گروه های فقیر و به اصطلاح کسایی که توانایی مالی ندارند رو در مورد تهدید قرار میده. از سوی دیگه شرایط حاصل از شیوع ویروس، یعنی وضعیت قرنطینه یا محدودیت‌های اقتصادی، بیکاری و خیلی عوامل دیگه، از این جهت هم ویروس باز طبقات فقیر و کم درآمد رو مورد تهدید قرار میده. با توجه به یک زمینه قبلی هم که در جامعه ایران وجود داشته، یعنی در واقع توی 10-15 ساله اخیر به طور منظم روند فقر افزایش پیدا کرده، شکاف نابرابری بیشتر شده و جمعیت بیشتری زیر خط فقر قرار گرفته، بنابراین با ورود کرونا وضعیت فقرا و گروه‌های فرودست از جمله حتی بخشی از طبقه متوسط سخت‌تر و نگران کننده تر شده و طبیعیه که این میزان از فشار اقتصادی اجتماعی به اصطلاح اونها رو در معرض به اصطلاح اعتراض نسبت به وضعیت موجود قرار میده. با در نظر گرفتن اینکه اساساً سالهاست جامعه ایران وارد وضعیت جنبشی شده، یعنی وضعیتی که در اون نارضایتی تبدیل به اعتراض میشه، بنابراین انتظار این که این میزان از فشار بر گروهای کم درآمد و حتی طبقه متوسط منجر به اعتراضات اجتماعی بشه امری کاملاً بدیهی و قابل پیش‌بینی. آقای رضوی، در هر صورت موج دومی اومده که به نظر میاد بسیار قوی هست و بسیار هم پرتلفات. در شرایطی که یک طرف اقتصاده و بستن اقتصاد پیامدهای زیادی داره، همونطور که آقای مدنی اشاره کردن، و طرف دیگر هم موضوع سلامت، چیکار میشه کرد؟ ببینید، سیاست‌های اقتصادی دوره گذار کرونا الان مدون شده و من توی صحبت قبلیم هم گفتم شما دولت به لحاظ اقتصادی در همه جای دنیا دو سه تا نکته هست که اینا رو باید گوش زد کنیم قبل از راجع به سیاست اقتصادی صحبت کنیم. اولا هیچ کشوری توی دنیا ذخایر مازاد و پول و منابع کافی برای مواجهه با یک همچین در واقع چیزی نبود، بیماری نبود.
و همه کشورها دست به استقراض زدن، همه کشورها دست به پول چاپ کردن زدن، همه کشورها اقتصادشون به زانو در اومده. بنابراین فرافکنیه که ما بگیم که مسئله تحریم ها به ایران اجازه نمیده که با کرونا اونطوری که باید مقابله کنه. من فکر میکنم مسئله بی تدبیریه. اقتصاد کرونا دو تا موضوع خیلی مهم داره و اون اینه که در بخش مصرف کننده و خانوارها باید به شدت مراقب اشخاصی بود که در این دوره موقت به خاطر از دست دادن درآمدشون و در خونه نشستنشون که در به طور طبیعی بالای خط فقر هستن، اگر که دولت مراقب اینها نباشه اینا ممکنه وارد تله فقر دائم بشن. بنابراین این سیاست شماره یکه که بسیار بسیار مهم هم هست. سیاست شماره دو برمیگرده به این که کسب و کارهای کوچک، سمال بیزینس ها، این ها هم گونگاه هایی هستن که مشکل نقدینگیشون اگر دولت به دادشون نرسه در بلند مدت تبدیل به مشکل ورشکستگی میشه. ببینید این دو تا سیاست مشخص اقتصادی که در بخش خانوارها جلوگیری از افتادن خانوارهایی که به طور طبیعی میتونن بالای خط فقر بمونن نیاز به حمایت های دولتی داره. در بخش اقتصادی هم همونطور که گفتم بنگاه های کوچیک که مشکل نقدینگیشون اگر طول بکشه به ورشکستگی تبدیل خواهد شد، این دو تا نقطه ای هست که تمام کشورهای دنیا تمرکزشون رو گذاشتن. ایران مشکلش اینه که میخواد همه جا پول خرج کنه و همه رو هم در واقع راضی نگه داره و نمیشه. نکته سوم که خیلی مهمه تو سیاست اقتصادی اینه که کرونا با همه چالشایی که داشته یه سری فرصت هم ایجاد کرده. بله. کشورایی که میدونستن که واکسن در فرصت 6 ماه یک ساله در دسترس نیست و اگر در دسترس باشه با توجه به قدرت چانه‌زنی سیاسی کشورشون برای رقابت 6 میلیارد واکسن ممکنه که بیفتن توی ربع دوم، ربع سوم یا ربع آخر کشورایی که تو نوبت هستن، خودشونو گول نزدن و اومدن گفتن خیلی خوب پاییز میاد، باید مدارس رو باز کنیم، باید دانشگاه رو باز کنیم، باید دورکاری رو راه بندازیم و بذارید ببینیم که صحیح. زیر ساخت های مخابراتی و اینترنتی ما چقدر ضعف داره و به اونها برسیم که نذاریم اقتصاد فلج بشه. ببینید توی ایران الان دغدغه وزارت مخابرات و ارتباطات در یک ماه گذشته اینه که آیا موبایل آیفون بالای $300 وارد بشه یا نشه. بنابراین با این اولویت گذاری شما چشمتون روی بزرگترین مسئله و کشنده ترین مسئله قرن دارید میبندید. این مسئله به تحریم ربط نداره، این بیشتر تدبیر میخواد، اولویت ها رو درست چیز کردن میخواد و فشار روی سیستم بهداشت درمان تا یک حدی میتونه ایران بذاره. این سیستم میشکنه و اگه بشکنه تلفاتش به شدت بالاست. من به شدت نگران همکارام توی وزارتخونه هستم و باید از بلندگویی که در دستم هست حتما این پیامو برسونم. بسیار خب آقای مدنی، قبل از موضوع کرونا هم ایران دچار مشکلات زیادی بود. اعتراض های خیابانی دو سه مورد رخ داد، بسیار هم شکلی خشن به خودش گرفت. آیا با تدبیر راه انداختن اقتصاد در شرایط کرونا دولت تا چه زمانی میتونه این اعتراضات رو به تأخیر بندازه یا اصلا ممکن هست که از این مشکل بگذره؟ احتمالاً آقای دکتر رضوی بهتر بتونن در این مورد توضیح بدن، ولی مطالعات قبل از کرونا هم نشون میده که بحران‌های کنونی وجود داشته، یعنی بحران بیکاری، خابیدن تولید، فقر و نابرابری همچنان وجود داشته. ببین در بدو شروع کرونا، یعنی حتی پیش از اینکه رسما اعلام بشه که کرونا در ایران شایع، رسما گفته شد که 60 میلیون جمعیت ایران یا 75% جمعیت نیاز به کمک‌ها و حمایت دولتی داره. در همون موقع مطالعات نشون میداد که 4.5 میلیون نفر از جمعیت شاغل که با خانواده‌شون حدود 18 میلیون نفر میشن، در 5 دهک پایینی جمعیت قرار دارن و در بازار کار غیر رسمی که تحت هیچ پوشش حمایتی نیستن. اتفاقا این جمعیتی هم که الان هم تحت هیچ گونه پوشش حمایتی نیستن. یا ما 2.3 میلیون نفر جمعیت 65 سال به بالا داشتیم که در باز 5 دهک پایینی بودند و از هیچ حقوق و امکان بازنشستگی نمیتونستن استفاده کنن. اینها اصلا مربوط به بحث دوران کرونا نیست، در واقع بحران اقتصادی
جامعه ایران بسیار پیش از این شروع شده و تداوم داشته و به همین دلیل هم سیاستایی که دولت مورد نظرشه، از جمله ادعای این که میخواد در دوران کرونا و مشکلات با در نظر گرفتن مسائل موجود اقتصاد را بندازه، اساساً مطابق واقع نیست و نمیتونه مشکل اقتصاد ایران را حل کنه. یعنی اگر همین فردا کرونا از جامعه ایران بره، تازه موج بحران‌های اقتصادی ایران بیش از گذشته خودش رو نشون میده. و آقای مدنی در واقع ببخشید، شاید بد نباشه که از این زاویه به قضیه نگاه کنی. شما فرمودید که کرونا به طبقات پایین جامعه بیشتر آسیب زده بر اساس مطالعات. ما میدونیم که در دو سه خیزش اخیری که در ایران بوده، اعتراض هایی که بوده، ارزیابی های این بوده که طبقات فرودست جامعه بودن که نقش فعال تری داشتن. کرونا با توجه به ویژگی های خودش اون وضعیت رو ممکنه تشدید بکنه، یا اینکه به خاطر خطراتی که ایجاد میکنه بر روی خیابان فعلا اون رو عقب بندازه، یا چه بسا به اینکه فعلا اصلا بلا موضوع بکنه. اول این نکته رو اشاره بکنم که لااقل در اعتراضات آبان مطالعات نشون میده که بخشی از معترضینی که در حاشیه شهر بودند در واقع طبقه متوسطی هستند که فقیر شدند. در واقع طبقه متوسط به دلیل بحران‌های متوالی که وجود داشته در جامعه ایران، به ویژه بحران مسکن و بالا بودن هزینه مسکن، تلاش کرده که به مناطق ارزان‌تر شهرها بره، در نتیجه نهایتاً سوق پیدا کرده به سمت حاشیه شهرها. بنابراین با توجه به اینکه حجم عظیمی از اعتراضات آبان در حاشیه شهرها بوده، بنابراین ترکیب از طبقات فرودست و طبقه متوسط در اونجا بودن. طبیعتاً به لحاظ فرهنگی طبقه متوسط، اما به لحاظ اقتصادی فرودست و فقیر. حالا بحث اینه که در شرایطی که به اصطلاح در شرایط کرونایی که امکان اشتغال ضعیف‌تر میشه، امکان حتی کار در بازار غیر رسمی محدودتر میشه، دستفروش‌ها و امثال اونها، و از همه مهمتر این که امنیت شغلی حتی برای کسایی که شاغلند هم کمتر و کمتر میشه، بنابراین نارضایتی ناشی از وضعیت موجود، احساس محرومیت نسبی بسیار بیشتر و بیشتر میشه و همین عاملیه برای اینکه در یک بزنگاهی، در هر بزنگاهی یا فرصت که وجود داره، به اصطلاح اعتراضات اجتماعی صورت بگیره. بنابراین میشه گفت مجموعه شرایط از آستانه تحمل طبقات فرودست و متوسط فراتر رفته و بنابراین کرونا وضعیت رو به مراتب تشدید کرده. این رو اضافه کنیم به ناتوانی دولت و عدم توجهش به این نیازها، یعنی کمک‌های حداقلی کرده در کشورهای سرمایه‌داری معمولا توسط دولت‌ها اعمال شده، یعنی کسای دولت‌هایی که اقتصاد بازار رو نمایندگی می‌کردن شروع کردن کمک کردن و مداخله کردن برای حفظ طبقات فرودست، در ایران به حداقل ممکن رسیده و در مواردی برخلاف ادعایی که شده نتونسته که همترین حمایت از این گروه‌ها بکنه. آقای رضوی، به نظر میاد که بسیار گسترده است عرصه‌ای که پیش روی دولت ایران گشوده شده از سلامت و اقتصاد. اگر بخوایم اولویت سنجی بکنیم، با توجه به اینکه شما خوب گفتید بیشتر نگران بخش درمان هستید، مهمترین بخشی که الان یا مهمترین کاری که باید الان صورت بگیره به عنوان اولویت چی؟ ببینید، دولت باید بلافاصله با نظرات کارشناسی وزارت بهداشت ببینه که فعالیت‌های پرخطر که بازه اقتصادی بالا ندارن کدوماست و اینا رو تعطیل کنه. من نمیدونم چرا باید 100 روز طول بکشه تا شما به این نتیجه برسید که تالار عروسی رو باید ببندید. این چیزای خیلی ساده ایه. به وزارت بهداشت و نیروی درمان اجازه تنفس بدید و اجازه بدید که این خودشو آماده بکنه برای اینکه فصل جدید که داره برمیگرده، آلودگی تهران و دوباره ویروس آنفلانزای فصلی، یه کمی بالاخره ما منابع داخل بهداشت درمانمون از لحاظ درمان و تحقیقات بسیار محدوده. اگه شما قرار باشه که همه این پرسنل رو بیارید اورژانس و با سهرنگاری بیرون اینا رو ترنبار کنید سر بهداشت درمان، بهداشت درمان فرصت تنفس و برنامه ریزی برای 6 ماه آینده رو نداره.
ببینید ایران از لحاظ سیاسی و دیپلماسی توی نقطه چونه زنی بسیار ضعیفی قرار داره و حتی اگر فرض کنیم تا آخر سال 2020 میلادی واکسنی وجود داشته باشه، همونطوری که گفتم توی یک تقاضای 6 میلیارد بسیار بسیار کشنده تو کشورهای رتبه دوم و سوم و ممکنه که تا بعد از نوروز و حتی تا بهار سال آینده 80-90 میلیون دوز واکسن به ایران نرسه اصلا. اگر قرار باشه که شما این قضیه رو امروز فردا بکنید، این بحران تشدید میشه و بعد مجبورید اقتصاد کامل ببندید. ببین اگه شما میتونید با یک سوم غیر مولد اقتصاد با بستن اون بتونید قضیه رو تحت مهار نگه دارید به امید اینکه واکسن در سطح بین المللی به ایران برسه، خیلی کمک کردید. ولی اینکه قضیه رو کامل رها بکنید و تمام داستان این باشه که زیارتگاه رو باز بکنیم، تالار رو باز بکنیم، شهر سفید داریم، من نمیدونم واقعا اینا بر اساس نظرات کارشناسی نیست. ببین هیچ جای دنیا، حتی تو اروپا، شما الان تو لندن زندگی میکنید، انگلیس خیلی با وسواس و ترس و نگرانی داره فعالیت هاشو آهسته آهسته باز میکنه، اسپانیا، ایتالیا همینطور. من نمیدونم ایران بر چه اساسی یک دفعه اصرار به بازگشایی 100% اقتصاد داره. فرصت هستن جاهایی که شیوع بیماری رو به شدت بالا میبرن و دولت باید تا جایی که میتونه با دورکاری، با سیاست‌های جایگزین، توسعه اینترنت و جلوگیری از تجمعات، مسئله مترو، اینو باید کنترل کنه. متاسفانه فرصتون خیلی کمه. بله آقای مدنی رو می‌خواستم سوال آخر رو ازشون بپرسم، کوتاه اگر بفرمایید ممنون میشم. به نظر میاد که اعتماد اینجا خیلی مهمه. وقتی که مشخص میشه که چندان در مواجهه با این موضوع حقایق گفته نشده، چه لطمه میزنه؟ فرصت اعتمادسازی بین دولت و نهادهای متعدد حاکمیت هست هنوز؟ به سختی. در واقع این بیاعتمادی رو به افزایش حاصل دهه ها رفتاریه که حاکمیت با مردم داشته. در همین مورد کرونا، پنهانسازی، عادی‌سازی، بی‌ثباتی و تناقض در سیاست‌هایی که توسط ستاد کرونا و دولت و مقامات رسمی انجام شده، همه این بی‌اعتمادی رو روز به روز زائل کرده. بنابراین این پدیده‌ای نیست که بشه به سادگی اون رو کاهش داد و جبران کرد، مخصوصاً که دولت حتی از امکان بکارگیری و مشارکت جامعه مدنی هم در طول این مدت پرهیز کرده. سازمان نظام پزشکی و که به عنوان یک نهاد غیر دولتی و بسیاری از سازمان‌های مردم نهاد مثل جمعیت امام علی تلاش‌های بسیاری کردن برای اینکه به کمک دولت بیان، به کمک در واقع مردم بیان، برای اینکه اونها رو از این وضعیت نابسامان قدری به اصطلاح نجات بدن، قدری فشار روی اونها رو کمتر کنن. ولی دولت و نظام در واقع هیچ گونه روی خوشی به اونها نشون نداد. یکی از نتایجش هم همین برخوردیه که به جمعیت امام علی کرد و بسیاری از محدودیت‌های زیادی که ایجاد کرد برای سازمان‌های مردم نهاد دیگه و سازمان جامعه مدنی. ممنونم از سعید مدنی، جامعه شناس در تهران و معاون رضوی، استاد اقتصاد سلامت در دانشگاه براندایس در بوستون آمریکا با ما. امروز بعد از اون که گزارش اختصاصی بی بی سی فارسی درباره زمان آغاز شیوع کرونا در ایران در وبسایت ما منتشر شد، شما هم برای به اشتراک گذاشتن تجربه خودتون با ما تماس گرفتید. صدای دو نفر از مخاطبان رو بشنوید از خرم‌آباد و تبریز. 98 علائم بدن درد در من خودم مشاهده شد. خلاصه بدندرد بسیار شدیدی بود، حتی قابلیت برخواستن از جا هم نداشتم. نکته قابل تأمل این بود که برای اولین بار بود که برای شب دوم نفسم بالا نمی اومد، یه جوری تنگی نفس پیدا کرده بودم، شاید نصف قدرت تنفسم یا یک سومش کاهش پیدا کرده بود. مراجعه کردم به اورژانس، اونجا هم افراد زیادی بودن، حالا بیشتر علائم مشابه داشتن. یه سری درمان هایی که معموله برای آنفلانزا، اونا رو مثلا مثل تزریق چیزی که حالا برای من نوشتن پنیسیلین بود و بعد از مدتی هلوهوش یک هفته ادامه داشت. حس چشایی و
بویاییمو از دست دادم. در نهایت در هفته دوم به سرفه های خشک منجر شد که اون هم به گونه ای بود که حتی گلو رو میخراشید. در نهایت میخوام اینو بهتون بگم که چیزی که به عنوان علائم کرونا میگن دیگران توصیفش میکنن، من فکر میکنم آذر ماه گرفتار شدم. خیلی های دیگه هم همین جوری بودن. وقتی پرسیدم اواخر دیماه سال 98 بودش که پدر بنده دچار قرمزی چشم شدش و همچنین سردرد و کمی هم تب هم داشتش. ما همون موقعشون رو بردیمش در مانگاه، دکتر همینجور سرفایشون رو معاینه کردن و مرخص کردن. بعد که ما آمدیم خونه این سردرد و قرمزی چشم ادامه داشتش و فکر کنم حدودش یه 10 روزم طول کشید، ولی اواخر بهبود که میخواست بهبود پیدا کنه دچار سرفه های خشک هم شدش، ولی همینطوری که مثلا خیلی شدید باشه نبود. بعد ازشون منم دچار همچین بیماری شدم. تجربه دو نفر از بینندگان ما که میگن بسیار زودتر از زمان رسمی شیوع کرونا به بیماری کووید 19 مبتلا بودند. چند روز بعد از صدور حکم اعدام روح الله زم مدیر آمد نیوز، تلویزیون جمهوری اسلامی فیلمی از او پخش کرده که در آن اعلام می‌شود این گفتگو خارج از زندان و با همکاری سازمان اطلاعات سپاه انجام شده. سازمان گزارشگران بدون مرز انتشار این تصاویر را مصداق شکنجه نامیده. پیش از این دو سازمان حقوق بشری صدا و سیما را به دلیل پخش اعترافهای اجباری و محتوای افتراآمیز به همکاری با دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی متهم کرده بودند. فرین عاصمی گزارش می‌دهد. کانالت تصاویری از آنچه تلویزیون جمهوری اسلامی گفتگوی بی‌تعارف با روح الله زم مؤسس کانال تلگرامی آمد نیوز خوانده. در مکانی که صدا و سیما اصرار دارد زندان نیست، اما روح الله زم میگوید قبلا آنجا بوده. دو سه ماه اولم خب خیلی 98 کیلو بودم، اومدم اینجا تو همین جایی که داریم صحبت میکنیم الان تقریبا شدم 108 کیلو، رفتم بیرون چاق شدم. گفتگوی پر از تقطیع و تدوین که شباهتی به گفتگوهای معمول ندارد. سوال‌ها و جواب‌ها بیشتر به بازجویی می‌مانند. چی جوری بود؟ چی جوری بهت وصل می‌شدن؟ خودت به کیا سعی می‌کردی وصل بشی، ارتباط بگیری؟ از چه طریقی؟ مثلا پیام می‌دادی به ایکس، به ایگرگ؟ چی جوری بود؟ در بخش‌هایی از مصاحبه اما روح الله زم از مواضع خود کوتاه نیامد و به نظر می‌رسد صدا و سیما آمدانه گفتگوهای او را پخش کرد. بالاخره اختشاشات، شما میگین اختشاشات، ما میگیم اعتراضات. اعتراض من شما دارید اگر واقعا هم اعتراض باشه شما به سمت اختشاش کشوندیش. خودم یه گرایشاتی داشتم که شاید یه نظامی بهتر از جمهوری اسلامی بتونه بیاد حاکم بشه. تو این برنامه با کسی گفتگو میکنم؟ مجری مصاحبه با روح الله زم علی رضوانی است، فردی که پیش از این هم نامش به عنوان بازجو خبرنگار مطرح شده. پسر کاووس سید امامی که مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند در زندان خودکشی کرده، پیشتر گفته بود علی رضوانی در شب ساخت مستندی علیه پدرش به خانه آنها رفته و سوالاتی را از مادرش پرسیده. سوالاتی که موجب شده همسر آقای سید امامی بر اثر فشارهای ناشی از آن به بیمارستان برده شود. نام یک نفر دیگر هم به عنوان بازجو خبرنگار مطرح شده. این فرد آمنه سادات ذبیح‌پور که پیش از این سپیده قلیان فعال زندانی کارگری گفته بود هنگام بازجویی و شکنجهش در اتاق حضور داشته. آقای روح الله زم را روح الله زم حدود 10 روز پیش در دادگاهی به ریاست این قاضی ابوالقاسم صلواتی به اعدام محکوم شد. چی بگم؟ از جمله اتهام‌های او جاسوسی برای اسرائیل و فرانسه، همکاری با آمریکا علیه حاکمیت در ایران، نشر اکاذیب و توهین به رهبر است. محمد علی زم پدر روح الله زم حکم اعدام او را خلاف عدالت و دادرسی اسلامی خوانده. او به نقل از وکیل تسخیری پسرش گفته در تمام ملاقات‌ها با موکلش ضابطان قضایی حضور داشتند و آقای زم در بیان حرفهایش دچار تردید و سردرگمی بوده. او در این مدت تماسی با خانواده نداشته. جمهوری اسلامی بارها به خاطر پخش اعتراف‌های اجباری از زندانیان مورد انتقاد فعالان و نهادهای حقوق بشری قرار گرفته.
پیش از این مازیار ابراهیمی از بازداشت شده های پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای به بی بی سی فارسی گفته بود مجبور شده بود در تلویزیون به جاسوسی برای اسرائیل و ترور دانشمندان هسته‌ای اعتراف کند. حدود 19 سال پیش مصاحبه تلویزیونی از علی افشاری از رهبران سابق جنبش دانشجویی هم پخش شد که در آن آقای افشاری مجبور شده بود علیه خود و اصلاح طلبان سرشناس اعتراف هایی بکند. سازمان گزارشگران بدون مرز مستقر در پاریس پخش آنچه بازجویی تلویزیونی آقای زمخانده را مصداق شکنجه دانسته و گفته شکنجه از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت است. پیش از این فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در پاریس و سازمان عدالت برای ایران در لندن در گزارشی مشترک اعلام کرده بودند صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در طول یک دهه گذشته دست کم 860 اعتراف اجباری و محتوای افتراآمیز پخش کرده. واکنش ها به پخش تصاویری از روح الله زم در میان نزدیکان حکومت هم وجود دارد. حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهوری در توییتی پخش این تصاویر را دورخانی سناریو خوانده اما گفته این جلسه بازجویی یا مصاحبه نبود. زم فرزند محمد علی. با وجود انتقادهای داخلی و خارجی به پخش اعترافهای متهمان و محکومان دادگاه‌های امنیتی از تلویزیون جمهوری اسلامی به نظر می‌رسد حکومت با این روش قصد گرفتن زهر چشم از مخالفانش را دارد، روشی که بسیاری از مدافعان حقوق بشر و فعالان سیاسی آن را روشی نخنما و غیر مؤثر می‌دانند. فرین آسمی، بی بی سی. رضا معینی مسئول دفتر ایران و افغانستان در سازمان گزارشگران بدون مرز از پاریس با ما هستند. آقای معینی، سازمان شما این گفتگو رو شکنجه توصیف کرده، کمی درباره این بیشتر بگید. با سلام به شما و بینندگان ارجمند برنامه شما، واقعیت اینه که شکنجه در کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل تعریف مشخصی داره، یعنی اعمال فشار و ایجاد درد و رنج برای کسی که خواهان اطلاعات گرفتن از او و یا اعتراف علیه او هستی. آنچه که بر سر روح الله زم در ایران رفته است این شکنجه است و بازتاب آن در رادیو تلویزیون که در خدمت سیستم های و نهادهای اطلاعاتی هست این میتونه شکنجه باشه. واقعیت اینه که از 12 مهر که آقای روح الله زم بازداشت یا روبوده شدن در اصل، نام روح الله زم در هیچ کدام از دفاتر زندانهای رسمی ایران به ثبت نرسیده. نخواستین پرسش اینه که روح الله زم کجاست؟ ایشون در یک حالت انزوایی به دور از دیدار با خانواده و حتی اجازه ندادن که با همسر و فرزندشان که در خارج از ایران هستند صحبت کنند. آنچه که بر او گذشته در این انزوا آن چیزیه که در شکنجه سپید به آن میگویند ایجاد انتظار، آسیم سری و نگهداری در شرایط اضطراری و اضطراب. این عملا شکنجه است و به رسمیت شناخته شده. آنچه که تلویزیون به شکل علنی این بازجویی علنی رو پخش کرده، خب نکات بسیار مهمی در اون بود. روح الله زم با همان لباسی که نخستین اعتراف یا بازداشتش رو اعلام کردن با همان لباس در این به اصطلاح بازجویی علنی شرکت میکنه. کم از ایران انتقاد نشده، سازمان شما هم بارها سر همین موضوعات یا موضوعاتی مشابه از ایران انتقاد کردند. انتشار این گفتگو به این شکل میتونه نشانه این باشه که گویا این انتقادها اثری نداشته بر حکومت؟ نه، من فکر نمی کنم. یعنی واقعیت این است که برخی از حکومت‌های خودکامه عملاً انتشار این گونه اعتراف‌ها یا این گونه ایجاد آزارگری رو با هدف دیگه دنبال میکنن. ببینین، شکنجه امروز برای به حرف آوردن کسی نیست، برای به سکوت وادار کردن دیگرانه. و وقتی که از یک تلویزیون سراسری، از یک رسانه منتشر میشه، عملا بیشتر ارتباط داخلی داره تا ارتباط بیرونی. اما سند آنچه که ما اعلام کردیم امروز این نشان آشکاری است از شکنجه و این از مصادیق جنایت علیه بشریت، از 4 جزئیه که میتوان در دادگاه‌های بین المللی بر مبنای آن شکایت کرد. ممکنه
دیر و زود داشته باشه، ولی خب به هر صورت سخت و سوز نداره. گفتید میشه شکایت کرد از نهادی مثل صدا و سیما و افرادی که عامل بودن، منظورتون هست یعنی اینکه در خارج از ایران اینها تحت پیگرد قرار بگیرند؟ بیش از آنها از نهادهایی که عوامل اصلی هستند، یعنی اطلاعات سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و دیگر نهادهای اطلاعاتی. یه نکته رو توجه کنیم که در سالهای اخیر به ویژه شهروندان ایرانی قربانی یک جنگ میان نهادهای اطلاعاتی هستند. گزارشگر شما به مسئله همان به اصطلاح تروریست هایی که بعداً آزاد شدن و حتی ازشون عذرخواهی شد در رابطه با دانشمندان اتمی اشاره کردن. بارها و بارها بوده در جنگ نهادهای امنیتی میان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات شهروندان عادی، بخش عمده میتونم بگم شهروندانی که فعالیت رسانه‌ای میکنن به ویژه و روزنامه‌نگاران، من بارها پرونده داشتم که خیلی عجیبه، ولی روزنامه‌نگاری که از من خواسته که اقدام نکنم چون ایشون در بازداشت وزارت اطلاعات و اگر آزاد بشه اطلاعات سپاه میگیره و بدتر برخورد میکنه. یعنی یه این گونه وضعیتی را هم در این گونه موارد باید در نظر گرفت. همین عکس و آثاری و استفاده برای جنگ درون قدرت قربانی کردن شهروندانه. اما در هر حال روح الله زم به عنوان یکی از اصلی ترین این قربانیان امروز جانش در معرض خطر است. خیلی ممنونم آقای معینی. رضا معینی مسئول دفتر ایران و افغانستان در سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس. اعدام یک شهروند در مشهد به خاطر نوشیدن مشروبات الکلی از دو روز پیش موجی از ناباوری و خشم در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخته. دادگستری خراسان رضوی با صدور بیانیه کوشیده از این حکم دفاع بکنه، اما آنچه که در نهایت از این بیانیه برمی‌آید این است که دلیل صدور حکم اعدام همان مصرف نوشیدنی‌های الکلی بوده. بعضی از نهادهای حقوق بشری و فعالان این حوزه این حکم رو نشانگر ماهیت بیرحم و غیر انسانی نظام قضایی ایران دانستند و بعضی دیگر با نگاه به زاویه شرعی ماجرا آن را سوء استفاده دستگاه قضایی از احکام شرع برای ایجاد هراس در دل مردم ارزیابی کردند. حسن فرشتیان حقوقدان و پژوهشگر امور دینی از پاریس به ماست. آقای فرشتیان، گزارش‌های زیادی داریم که نشون میده مصرف الکل در سالهای اخیر خصوصا در ایران گسترده شده، تست الکل در جاده‌ها هست، هر روز گزارش‌هایی داریم که عده‌ای به دلیل کشته شدن به دلیل الکل تقلبی جان خودشون رو از دست میدن. در چنین حالتی صدور حکم اعدام برای مشروبات الکلی یا مصرف الکل از نظر شما چه مجوزی داره، چقدر معقوله؟ قبل از اینکه شروع کنم تشکر کنم از آقای رضا معینی مهمان قبلی برنامه بابت دفاعی که از حقوق انسانی آقای روح‌الله زم کردن. در مورد رفتاری که جمهوری اسلامی با مصرف کنندگان مشروبات الکلی داره، از یک سو اینها رو سوق میده به مرگ، یعنی با توجه به مصرف مشروبات غیر مجاز و الکل صنعتی در سال صدها نفر از این جهت میمیرن. اکنون هم ما با شاهد نوعی دیگر مرگ در رابطه با مصرف کردن مشروبات الکلی هستیم که مجازات اعدام است. در حالی که در قرآن اگر نگاه کنیم ما سه تا آیه در مورد مشروبات الکلی داره، در هیچ کدام از اینها مجازاتی مقرر نکرده است، یعنی فعل گناه بوده. این رو باید تفکیک قائل شد بین گناه و جرم. من هم قبول دارم در برخی موارد مصرف مشروبات الکلی موجب جرم میشه، مثلا کسی بعد از مصرف مشروبات الکلی فرض بفرمایید عربده کشی کنه، رانندگی کنه، در این حالت این جرمه و قانونا باید مجازات بشه، یعنی یک جرم دیگری مرتکب شده. اما فقط مصرف مشروبات الکلی در حقیقت نوعی گناه است و بسیاری از فقها معتقدند این مجازات حدود که گفته شده در زمان غیبت امام جاری نیست، اینها مربوط به یک جامعه اسلامی است که رابطه مردم با امامشون، امام و امت، نه در رابطه با کشوری که رابطه ما با قانون یک رابطه شهروندی است و در این صورت قانون باید مجازات و جرم رو برای اموری در نظر بگیره که به جامعه صدمه میزنه. اون بخشی که مشروبات الکلی به جامعه صدمه میزنه مثل رانندگی، اونجا باید مجازات براش میزنه. آقای فرشتیان،
بله، مصرف الکل خیلی وقتا شکلی از اعتیاد به خودش میگیره. اکثر دولت‌ها هم نگاهی حمایتی دارن به فردی که معتاده یا مریض به حساب میاد. هیچ راهی برای طرح موضوع به این شکل در ایران وجود داره؟ بله، تا کنون چندین بار این مسئله مطرح شده و حتی نهادهای مردمی هستند که پیگیر این مسائل هستند، کمک میکنند به کسانی که الکلی شدند، معتاد شدند، یعنی به دید یک قربانی و بیمار به اونها نگاه میکنند، نه به دید مجرم. اما متاسفانه جمهوری اسلامی مثل بسیاری از موارد که به معتادان هم در زمانی به دید مجرم نگاه میکرد، امروز به کسانی که الکلی شدند، معتاد شدند، به دید مجرم نگاه میکنه، در حالی که کسانی که رو به مرگ سوق میده با مصرف مشروبات غیر مجاز، در حالی که به راحتی جمهوری اسلامی میتواند مراکزی رو تهیه کنه برای تست دادن اونها و منجر به مرگ نشند، یعنی در حقیقت عده‌ای به این دلیل کشته نشوند. امروز جمهوری اسلامی قوانینی رو داره اجرا میکنه که اصلا این قوانین در حقیقت برای اجرا نبودند، اینها مقررات شرعی بودند در درون یک امتی. آقای فرشته، وقتمون خیلی کم، کوتاه اگه جواب بدید من مایلم این سوال رو بپرسم. پرونده‌های متعددی در ماه‌های اخیر جلب توجه کرده، پدری دختر خودش رو به شکلی فجیع کشته یا مثلا شهردار سابق همسر خودش رو کشته. چطور مجازات این فردی که مبادرت به نوشیدن الکل کرده اینقدر شدیدتر از این افراد؟ اشکال کار در کجاست؟ اشکال کار در اینه که امروز کسانی در مسند امور قضایی کشور هستند که اصلا با امر حقوقی آشنا نیستند، یعنی اینها یک مطالبی رو در فقه خوندن. 40 سال پیش وقتی حکومت اسلامی برقرار شد، مطالبی بود که در فقهی بود و اون فقه هم مربوط به یک قوانین بسته در درون یک جامعه بسته در مکه و مدینه بود. این قوانین رو خواستن در جامعه حاکم کنند، یعنی اون مقرراتی که در اون جامعه بود در مورد فرزندکشی این نوع تخفیف‌های داده میشد، مجازات قصاص نمیشد، امروز این امر رو شخصی کردن، در حالی که اصلا قصاص امر شخصی نیست. چه فرزندکشی و چه دیگر کشی، اینجا حاکمیت است که باید تصمیم بگیره، نه اینکه این امر رو شخصی کنند. در مورد مجازات مشروبات هم یک در قانون پیشین مجازات اسلامی قید شده بود که دفعه چهارم با مصرف مشروبات فرد باید اعدام بشه، اما در قانون جدید امری به صورت کلی اومده که در مواردی که فردی مرتکب امری بشه که اون امر مجازات داشته باشه، یعنی مجازات اون حد باشه و هر بار هم حد بر او جاری بشه، دفعه چهار اعدامه. این رو که در کتب فقهی بوده و به عنوان یک امر فقهی بوده، در کتاب قانون عیناً ممنونم از حسن فرشتیان، حقوقدان و پژوهشگر امور دینی در پاریس. قرار است بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا تا جمعه همین هفته سیاست‌های جدیدی برای کاهش مصرف خوراکی‌ها و نوشیدنی‌های پر از شکر اعلام کند. او قبلا موضعی متفاوت در این باره داشت، ولی بعد از ابتلا به کرونا متوجه شد یکی از دلایل وخامت حالش اضافه وزن بوده. بررسی آمار در ایران، بریتانیا و سایر کشورها نشان داده افرادی که اضافه وزن دارند بیشتر از بقیه دچار علائم حاد کرونا می‌شوند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. هر دو کم و بیش همزمان کرونا گرفتند. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا و مت هنکاک وزیر بهداشتش. مت هنکاک بعد از علائمی مختصر بهبود پیدا کرد، ولی بوریس جانسون چند هفته بین مرگ و زندگی دست و پا زد. حالا خودش به این باور رسیده که یک دلیل وخامت حالش اضافه وزنش بوده. آمار همین را تایید می‌کند. اکثر کسانی که بعد از ابتلا به کرونا دچار علائم حاد میشوند یا چاقند یا اضافه وزن دارند. اما پذیرش این واقعیت برای بوریس جانسون تحول بزرگی بود. از سیاستمداری محافظه‌کار که بنا به گرایش‌های حزبی مقصر اصلی چاقی را خود فرد می‌دانست، تا مردی که حالا در شرف رونمایی از جدی‌ترین طرح دولت برای مبارزه با چاقی و اضافه وزن است. حدود 65% مردم بریتانیا اضافه وزن دارند و حدود نصف این تعداد از چاقی رنج میبرند. چنین اعداد و ارقامی برای کشورهایی که آمار مشابه دارند مثل ایران پرهزینه است. مرگ و میر و ابتلاء به کرونا در افراد چاق و به ویژه در کودکان و نوجوانان چاق بیشتر است. در ایران نیز بخش بزرگی از مبتلایان و قربانیان کرونا آنگونه که مقامات بهداشتی میگویند یا چاق هستند یا اضافه وزن دارند. اما دولت‌ها چه در بریتانیا و چه در ایران پول زیادی برای مقابله با چاقی و اضافه وزن خرج نمی‌کنند و نتیجه‌اش
تحمل هزینه های به مراتب بیشتر است. در بریتانیا دولت سالانه حدود 5 میلیون پوند صرف مقابله با چاقی می کند، در حالی که شرکت های تولید کننده خوراکی های چاق کننده 30 برابر این مبلغ خرج تبلیغات می کند. یکی از برنامه های بوریس جانسون وضع مالیات بیشتر بر محصولات پرشکر و محدود کردن دسترسی کودکان و نوجوانان است که تحت تأثیر تبلیغات خوراکی های شیرین را می خرند. در ایران از چنین طرحهایی خبری نیست. کلن همه محصولات از جمله محصولات خوراکی گرانتر می شوند. ولی سیاستی نیست که به طور هدفمند مصرف خوراکی های پرشکر و غیر سالم را کمتر کند. اما اگر بوریس جانسون موفق شود به جنگ شرکت های تولید کننده و فروشنده خوراکی ها و نوشابه های پرشکر برود، شاید بتواند آنها را مجبور به تقبل بخشی از هزینه هایی کند که آنها به جامعه تحمیل کرده اند. سیاوش اردلان، بی بی سی. مجید بهزاد، عکاس ایرانی، در 10 سال گذشته 10 ها بار به اطراف قله دماوند در ایران سفر کرده و از نماهای مختلف اون عکاسی کرده. او توانسته با تصاویر کوه دماوند جوایزی هم کسب کند. مجید بهزاد بود از قله دماوند. ممنون که برنامه رو تا آخر تماشا کردید.